خب الی کوهن یه اتفاقی افتاد الی کوهن که وزیر امور خارجه اسرائیل پیام داده به وزیر امور مخارجه چین و یه اتفاق عجیبی رخ داده یه درخواست عجیبی از چین داشته که من دیدم تو اخبار گم شده قبل از اون خیلی ممنون که برنامه ما رو دنبال میکنید از طریق سایت پیپل به این برنامه کمک میکنید از طریق عضو شدن در کانال یوتیوب ما حمایت مالی میکنید و با پخش برنامه های ما حمایت مینوی خودتون رو انجام میدید اما این خبر گم شد تو هفته گذشته لابلای اخبار نکته مهمی بود پیام وزیر امور خارجه چین میگم پیام وزیر امور خارجه چین پیام وزیر امور خارجه اسرائیل به چین چی بوده؟ به چین چی بوده؟ <laughs> خیلی پیام مهمی داده برگشته من تو خبرگزاری ایران بعضیاشون زدن خبرو و این اطلاع این خبر رو ایشون میاد در توییتر خودش میزنه به خط ابری میگه بله من پیام دادم و یک درخواستی کردم درخواستش و خبرگزاری ایران به مانند خبرگزاری تحلیلی انتخاب اومده نوشته درخواست اسرائیل از چین مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوید پکن هم گفته که امضا کنندگان برجام از فرصت احیای روابط ایران و عربستان برای احیای توافق استفاده کنند. پاسخ چین هم به ایشون اینجوری بوده. ببینیم این الی کوهن چی گفته میگه الی کوهن وزیر مخارجه اسرائیل در تماس تلفنی با همتای چینی خود از این کشور خواست و از نفوذش برای جلوگیری از برای جلوگیری از دستیابی ایران به در حقیقت سلاح هسته‌ای استفاده کنند میگه او همچنین تا دست بر اقدامی خواهد زد تا مانع دست رسی ایران به تسلیحات هسته ای شود میگه اینجا حالا این انتخاب اومده به نقل از بی بی سی در آورده میگه به نقل از بی بی سی خبرگزاری چین چینگانگ در این مکالمه با اشاره به موفقیت اخیر دیپلماسی در گفتگو میان ایران و عربستان که با میانجیگری کشور صورت گرفت ابراز امیدواری کرده که امضا کننده که برجام فلان که این برای ما مهم نیست بخشش دیگه برای ما مهم نیست چیزی که برای ما مهمه اینه که الی کوهن پیام داره به وزیر و خارجه چین که آقا جان از نفوذ روی ایران استفاده بکن برای که ایران نتونه دستیابی پیدا کنه به سلاح هسته چرا این تصور برای اسرائیل پیش میاد که چین رو ما نفوذ داره ببینید واقعیت ماجرا آیا چین به ما نفوذ داره ببینید ما خودمون شرایط کشورمون رو به گونه چیدیم الان دستمون زیر ساتوره ببینید چین بلند شد رئیس جمهورش رفت در مورد جزیره سگانه به خاطر که بتونه ارتباط نزدیک پیدا کنه با عرب ها و پروژه های عرب ها رو در اختیار بگیره و میلیاردی بتونه از ها پول بگیره یا خودش میلیاردی بتونه اونجا سرمایه گذاری کنه تو اون منطقه چون میدید عربستان آگنده داره الان آب و هوای عربستان در سواحل شرقی دریای سرخ بسیار مطلوب هتل سازی و و اینکه لب ساحلش دیگه نخ در بهشتا بریزن و عشق کنن و دیگه والیبال ساحلی و غیره و اینا برای همین با پروژه هایی که آی بن سلمان داره جلو میبره قراره که کلی هتل سازی انجام بشه خب چین میدونه این کشور آینده داره الان هم زیر ساختای عربستان رو تو دست گرفته و مسئله غیره به خاطر که عربستان نفت زیادی هم داره و در زمین آمریکا چین داره این توازن رو عوض میکنه ولی همین که بتونه ارتباطش با اون رو با اونا نزدیک کنه اومد جزایر سگانه ما رو یه جورایی در راستای همون سیاست های امارات یک جمله گفت گفت بله ایران بهتره که سر جزایر سگانه با دیپلماسی با امارات کنار بیاد در حالی که این تمامیت ارزی ما است در حالی که ما میتونیم در مورد تایوان یه همچین نظری داشته باشیم و چین این کار رو کرد و براش هم مهم نبود که ایران ناراحت میشه ما اون موقع هم گفتیم چرا مهم نبود برای اینکه میدونه ایران بهش الان مجبور وابسته باشه ببین ما الان میدانیم که دستمون زیر ساتور چینه ولی که ما یک سیاستی چیدیم حالا بحث سیاست بین المللی رو کار ندارم ولی سیاستی که چیدیم ما هم فشار خارجی داریم هم فشار داخلی داریم و مردم این کشور پشت این نظام میسن این نظام برای حفظ خودش باید هزار تا الان دیگه کسافتکاری کنه و برای اینکه داستان عربستان اسرائیل دیده دیدی که آقا جان عمرا تمام این آقاین امام جمعه ما اینا میگفتن آل سعود فلان فلان شده است ما اگه از اسرائیل بگذریم از آل سعود نمیگذریم جمله است نزدیک به آقای خمینی که همین حرفو زده که میگه ما اگه از اسرائیل هم بگذریم از آل سعود نمیگذریم اینا خائنن خب چی شد که شما یه دفعه بدونین که انتقام خون شیخ رو بگیرید چی شد که یک دفعه با اون همه هارت که داشتی خیلی راحت بدون سر صدا بدون خونریزی نشستید مثل بچه آدم با عربستان کنار اومدید این تصویره البته بگم این که کنار اومدیم دستاورت های یا جمهوری اسلامی تو این کنار اومدنه داشته ولی تصویر بیرونی اینه که آقا جان چین گوش ایران پیچون این خدایش دیگه تصویره اینه حالا این تصویره یا درسته یا غلطه تصویری که در ذهن مردم و جهان نقش بست اینه که چین گوش ایران رو گرفت چون تو پکنم هم اومدن این قرارداد امضا کردن دیگه و مثل چه آدم میشینی چون من با عربستان رفتم قراردادهایی رو بستم و الان سرمایه گذاریهایی رو کردم تو نمیتونی الان با عربستان مثل تا بچه کوچولو با هم دعوا کنی سرمایه من تو خطر بیفته گوش ایران پیچون و ایران مجبور به سول با عربستان کرد که این صلح البته از یک نظرهایی گفتم سودهایی میتواند داشته ولی در نگاه کلی به ایرانه چون ایران که الان از نظر اقتصادی که خب دارید میبینید وضعیت چیه کشوری که الان سرشیر وارد میکنه زیپ شلوار وارد میکنه در تشتک نوشابه وارد میکنه این چیزای آب پنیر وارد میکنه این چیزها رو داره الان وارد کشور میکنه و جنسایی که از چین داره میاد یک سری مواد مصرفی در حقیقت پلاستیکیه این کشور که در حوزه اقتصادی و که نمیتونه جایگاهی الان داشته باشه حداقل و در زمین های دیگر هم خب شما وضعیت ایران رو میبینید پس برد ایران کجا بود؟ قدرت نظامیش بود ضعف عربستان کجا بود؟ قدرت نظامیش بود چون حریف یه مش بچه های یمن با کمک های گسترده یه لوجستیکی فرانسه و اسرائیل و آمریکا چون فرانسه و اسرائیل کمک اطلاعاتی میکردن به عربستان و آمریکا کمک لوجستیکی نظامی میکرد با این وجود عربستان حریف بچه های یمن نشد خب برد ما اینجاست حالا چه اتفاقی افتاده چین اومده گوش ما رو پیچونده این تصویری که حداقل در بینون مخابره شده و ما الان خیلی شیک و مجلسی با یک صلحی که چی عربستان و چین به ما تحمیل کردن با این صلح چه اتفاقی افتاده خلع سلاح شدیم البته صلح خیلی چیز خوبیه به شرط اینکه جمهوری اسلامی ببین شما صلح رو انجام میدی بعد بری به کارات برسی دیگه <applause> عربستان با ما صلح کرده الان میره به کاراش میرسه کار چیه پروژه نعم 15 تا ابر پروژه برای شهرسازی های بزرگ و هتلسازی در سواحل شرقی دریای سرخ برای اینکه کلی بتونه توریست جذب کنه و همین امسال بالای 5 میلیون نفر توریسم رو جذب کرده برید شما نگاه کنید برید تو صفحه خانم کریسیان رونالدو نگاه کنید تماما دیگه به بچه‌هاش داره عربی یاد میده بچه‌هاش عربی حرف میزنن خودش داره عربی یاد میگیره خودش اصلا دیگه کامل شده مبلغ عربستان سعودی ببین چقدر داره همین خانم مثل شیلنگ شیر فلکر رو باز کرده داره برای عربستان توریسم جذب میکنه این فضا یعنی عربستان با صلح با ما رفت کشورشو بسازه حالا ما با صلح به عربستان به کجا میخوایم بریم ما با عربستان صلح کردیم الان خیالمون در مورد عربستان و منطقه یه مقدار راحت بشه بیافتیم به جون زنامون در باب حجاب اجباری ببین فرق زمین تا آسمانه یک چاقوکش چاقو میزند یک جراح متخصص قلبم چاقو میزند اون چاقویی که اون چاقوکش وسط خیابان به شکم یک ره گذر میزند کجا؟ این چاقویی که یک جراح توی اتاق عمل میزند کجا حکایت ایران و عربستان اینجاست این صلحی که انجام شده برای عربستان کجا برای ما کجا اون بالا میشه میره پروژه نعم درست کنه ما بالا شدیم عامل به معروفامون سازماندهی کنیم و این فضا است که من میگم این صلح در این نگاه به نفع ایران نیست وگرنه چرا صلح که اصلش خوبه که ذات صلح که خوبه به شرطی که تو باید بری کارتو بکنی پس نون ایران در صلح نیست نون ایران جمهوری اسلامی منظورمه نون جمهوری اسلامی در تنش است حالا این تنشه چجوری تبدیل به صلح شده ابزار ایران قدرت ایران چگونه چج... خل اصلاح شده چگونه خونسا شده با پیچوندن گوش ایران توسط چین خب اینا اسرائیل داره میبینه برای همینه این توهین انجام میشه برمیگرده در هفته گذشته به وزیر امور خارجه چین آقای اسرائیل پیام میده میگه آقا جان برو تو که الان نفوذ داری رو ایران مثل بچه آدم جلوی سلای حسی رو بگیر وقتی که تو اینقدر می مولدارم مول دارم میکردی میگفتی با عربستان کنار نمیام و فلان میکنم بهمان میکنم و آخرش هم کنار میای نه از اراده خود چرا یه زمانیه آقای خامنه ای اراده میکنه که آقا جان بس دیگه جنگ با عربستان به دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل دیگه با عربستان جنگی نداریم بریم صلح کنیم یه مدل صلح هست یه زمان نه تو در حال درگیری با عربستان همچنان ولی چین میاد میگه آقا به خاطر منافع من تو الان کارت بازی منی باید صلح کنی ایران تبدیل به کارت بازی چین شده خدا میدونه به خاطر این سول عربستان چقدر مثلا چین چقدر پول گرفته از عربستان تو عربستان نگران قدرت نظامی ایران بود ببین عربستان با چشمش دید در 2019 ایران استان بقیق عربستان و چنان به مانند تیر قیب زد که هیچکی نفهمید چه اتفاقی افتاده بعد عربستان به آمریکا میگه آقا تو مسئول هوایی من هستی پاتریوتا چه غلطی اصلا نفهم رو از کجا خوردن تیر قیب ایران ببین خب ایران در حوزه نظامی قوی دیگه برد ما اونجا بود ما خودمون تصمیم نگرفتیم بریم صلح کنیم برای همین این شخصیت صلح آقا رفته آشتی کرده در دنیا از ما مخابره نشده در دنیا و افکار عمومی مردم ایران مخابره شده که چین گوش ما رو پیچونده به ما دستور داده و ما تبدیل به کارت بازی چین شدیم رفتیم سول کردیم بابت این ذهنیت است این فضای ذهنی است که آقای الی کوهن وزیر و مخارجه اسرائیل اومده به وزیر و مخارجه چین میگه پاشو برو گوش ایرانو به پیچون که سر سلاح هم کوتا بیاد این واقعیت ماجراست. و جمهوری اسلامی دیگه وارد به وقتی شما در حوزه داخلی خراب باشی مردم راضی نباشن برای که ماندگار بشی باید باج بدی در عرصه بین الملل و جمهوری اسلامی که یه اقتداری ایجاد کرده بود در حوزه سیاست خارجی بعد از اتفاق محسن امینی اون اقتدار سیاست خارجیش هم داره لکهدار میشه من امید دانم این نبودم گفتم هجمون ایران در منطقه هجمون ایران در دنیا هجمون دریایی ایران ما داریم میریم به سمت یک حیمنه قدرتمند داریم تبدیل میشیم از یک قدرت منطقه به یک قدرت میان جهانی و سپس به یاری اهورامزدا به یک قدرت جهانی مگه نه حرفای من امید دانه نبوده تو که نمیخواد حرفای منو به خودم یادآوری کنی که من حرفامو حفظم بعد از اتفاق محسن امینی خوشگلم این مسائل چند شده محمد رضا شاه پهلوی در سال 56 هیچ کس فکر نمیکرد که شاه نباشه همه می گفتن شاه ابرقدرت چی شد که در یه مدت بعد چند ماه بعدش گفتن شاه فراری چند شد دیگه چون فرار کرد منم که گفتم ایران داره میره به سمت قدرت جهانی عوض شده اتفاقات میدانی عوض شده بعد از محس امینی ایران برای اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت برای اینکه نمیخواد به مردم با مردم خودش کنار بیاد باید باج بده در بحث جهانی چون با آمریکا و اسرائیل هم درگیره پس این باج رو باید به چین بده دیگه پس اون اقتدار بیرونی ایران در حوزه بین الملل هم خدش دار شده تا جایی که وزیر امور خارجه اسرائیل به خودش جرأت میده چنین پیشنهادی رو به وزیر و خارجه چین بده در مورد ما اینجاست که جمهوری اسلامی رو ما داریم میگیم دلمون خوش بود به یک سری از مسائل اقتداری در بحث حوزه سیاست خارجی که همون هم الان دیگه داری به خاک میری ولی که به مردم خودت نمی با مردم خودت نمیخوای کنار بیای مجبور شدی که در عرصه سی سیاست خارجی کتابی در یک, یک جاهایی که این باعث شده که اون حیمنه جمهوری اسلامی در بحث بیرونی خدشدار بشه این واقعیت ماجراست عاشقتونم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید